درود دوستای خوبم، هنگامه هستم، با آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. روزای سرد زمستونیه، هوا هر جا که هستی خوب باشه، این خونه دلاتون گرم باشه، فرق نمیکنه هوا خیلی سرد باشه یا گرم، برف هم که بیاد خیلی عالیه. امروز اومدم براتون قرابیه سیب درست کنم، یکی از اون شیرینیایی که کنار چای خیلی خیلی میچسبه. تا آخر ویدیو همراه هم باشید، همه این نکته های این شیرینی رو بهتون میگم. خیلی شیرینی فوق‌العاده ایه. ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید، بریم با هم این شیرینی خوشمزه رو درست کنیم. دوستان، برای درست کردن شیرینی قرابیه سیب، اول از همه یه قاشق غذاخوری سرپر کره رو میریزم داخل مایتابه، بعد بهش نصف استکان شکر اضافه میکنم، بعد میذارم حالت کاراملی این شکرم آب بشه، همش میزنم تو شکرم با کره آب بشه، یه حالت کاراملی به دست بیاره، کاراملی که سوخته نباشه، خیلی قهوه‌ای روشن. الان من اینو بهتون نشون میدم که تو چه مرحله‌ای باید برسه. خب دوستان نگاه کنید، به این حالت رسید، به این مرحله که میرسه. حالا من 5 تا سیب متوسط رو رنده کردم، بهش اضافه میکنم. من به خاطر اینکه زمان ویدیو زیاد نشه، قبلا سیبامو پوست کردم و رنده کردم، میرزم داخلش. اگه یه موقع همین که ریختید میبینید که سفت میشه شکر، هیچ اشکال نداره، این چون حالت کاراملی پیدا کرده به خاطر اونه. تو زمان که حرارت بهش میخوره کامل این حالت رو از دست میده. بعد به این روش خیلی خیلی خوشمزه میشه، سیبتون هم یه طعم کاراملی میگیره به خودش که فوق‌العاده میکنه طعمش رو. میبینید یکم حالت سفت شد، آب نباتی شد شکر، ولی همینطور که سیب داره پخته میشه و آبش تخلیه میشه، کامل اون حالتش از بین میره. حالا تو این مرحله من بهش یه قاشق چای خوری دارچین اضافه میکنم. حالا روی حرارت بالا اینو اندازه 10 دقیقه تا 1 ربع میپزم تا آبش کامل تبخیر بشه. خیلی مهمه قوام اومدن مواد میانی که برای شیرینیتون میخواید استفاده کنید، پس حتما این زمان رو رعایت کنید، کامل بالا سرش بایستید هم بزنید با حوصله. خب دوستان نگاه کنید، من یه توضیح بدم اینجا، یعنی یه نکته مهمی رو بگم. الان تو نگاه اولیه فکر میکنیم که آب سیبا کامل تبخیر شده، ولی اینطور نیست. یعنی ما هیچ وقت نباید توی این مرحله سیبا بخوایم برداریم بگیم خب مواد میانی سیبمون آماده است، این هنوز به اون قوامی که باید نرسیده. این نکته خیلی میگم خیلی مهمه تو شیرینیتون، چون یه موقع اگه بخوای تو این حالت بذاری، مثلا بگی من سیبش رو مواد میانیش رو خامتر میخوام باشه، ولی این باعث میشه که شیرینیتون حالت خمیری پیدا کنه، اون کیفیت لازم رو نداشته باشه. خب دوستان سیبمون کامل آبش تبخیر شد، نگاه کنید به این مرحله رسیده، یعنی قوامش انقدر باشه که میگم حالت خمیری به شیرینیمون نده. حالا توی این مرحله که آماده شد، دیگه مرحله آخرشه، اندازه نصف لیوان گردو خرد شده، یعنی من نصف لیوان گردو داشتم خردش کردم استفاده میکنم داخلش، اینم هم میزنم کامل، بعد مواد میانی رو میریزم داخل یه ظرف دیگه تا کامل که خمیر شیرینی رو آماده میکنم این هم باز خودش خنک بشه. برای درست کردن خمیر شیرینی 215 گرم کره که من از یک ساعت قبل گذاشتم به دمای محیط درمده، کامل نرمه کره ها، بهش 35 گرم روغن مایه اضافه میکنم. جمع کره‌ای که استفاده کردیم و روغن مایه‌مون 250 گرمه. نصف پیمانه بهش پودر شکر اضافه میکنم. 2 قاشق غذاخوری ماست شیرین داخلش میریزم. پودر شکرم رو کامل خالی کنم. 1 دونه تخم مرغ. حالا در حد این که با همین قاشق هم بزنم، همش میزنم. با همزن دستی میتونید استفاده کنید، اصلا نیاز به همزن برقی نداره، یه شیرینی خیلی خوشمزه و هم خیلی راحت درست میشه. 1 پاکت هم وانیل شکری 5 گرمی بهش اضافه میکنم. بعد همه این موادم رو هم میزنم تا به خورده هم بره. در حد این که تخم مرغ و ماست 1 دست بشه هم بخوره کامل، همش میزنیم. نکنید تیکه های کره توش هست هنوز، هیچ اشکالی نداره الان که آردش رو بهش اضافه کنیم،
کامل این تکیه از بین میره. یعنی برای اینا رو برای کسایی میگم که خیلی مبتدی هستین و تا به حال درست نکردین، اگه به این مرحله رسیدین نگران نباشی که چرا این خمیرم این شکلی شد، کامل بهتون توضیح میدم. حالا 3 تا پیمانه آرد الک شده دارم، کم کم بهش اضافه میکنم، توی 2-3 مرحله اضافه میکنم، همه رو با هم یک دفعه اضافه نکنید. اندازه 1 قاشق چای خوری هم بیکینگ پودر، بیشتر نزنید بیکینگ پودر این شیرینی رو، در حد 1 قاشق چای خوری، حتی میتونید بیکینگ پودر رو حذفش کنید، اصلا استفاده نکنید، ولی خب کیفیتش با بیکینگ پودر بالاتره، بدون بیکینگ پودر هم بد نمیشه. اینم یه نکته در مورد این شیرینی. کم کم اضافه میکنم، آرد رو به خورد موادم میدم. حالا دیگه توی این مرحله قاشق رو میذارم کنار، کم کم با دستم خمیر رو جمعش میکنم. خیلی آروم آروم خمیر رو بدون اینکه ورز بدید منسجمش کنید و جمعش کنید. سعی کنید با نوک انگشتاتون این کار رو انجام بدید که حالت ورز خوردگی به خمیر داده نشه. خب نگاه کنید دوستان، کامل آرد به خورد مواد رفتش، اما یه خورده حالت چسبندگی داره هنوز، بسته به نوع آرد متفاوته، به خاطر من اندازه 1 قاشق غذاخوری دوباره بهش آرد اضافه میکنم. خیلی کم بهش آرد اضافه میکنم، شاید آردی که شما استفاده میکنی تو همون 3 پیمانه کافی باشه، حتی زیاد هم باشه، به خاطر اون میگم کم کم اضافه کنید آردتون رو که قوام خمیرتون دستتون باشه. یک بار که درست کنید همه چیش دستتون میاد، میبینید با همون 1 قاشق کامل اون حالت چسبندگی از بین رفت و خیلی هم لطیفه. میبینید بیشتر اضافه نمی کنم چون حتما کیفیت شیرینی میاد پایین و شیرینیم سفت میشه. میبینید کامل جمع شد، من خمیر رو کامل بهتون نشون بدم. میبینید حالا نگاه کنید، من یه گوله ازش برمیدارم، انسجام خمیر رو نگاه کنید، بینید کامل مشخص لطافت خمیر و اینکه به دستم اصلا نمیچسبه. این خمیر اصلا نیاز به استراحت نداره. حالا من شروع میکنم خمیر رو آماده کردم برای فر. سطح کارم رو خیلی خیلی کم آرد میپاچم، اندازه 1 گردوی درشت از خمیرم برمیدارم. سایز شیرنیاتون به خودتون بستگی داره که چقدری میخواید درست کنید این شیرنیا رو. حالا میذارمش رو سطح کار، خمیر رو باز میکنم حالت گرد، بازش میکنم حالت بیزی. خیلی نازک نکنید شیرنیا رو، خمیری که دارید آماده میکنید خیلی هم زخیم بر ندارید، اندازه 3 میل 4 میل کافیه. حالا با یه چاقو یا وسیله رولت بر یا خمیر بر شیار ایجاد میکنم از مواد میانی سیبم که آماده کردم، یه طرفش میپیچم. شکل شیرنیاتونم واقعا سلیقه‌ای که دوست دارید، یعنی شکلی که دوست دارید باشه بپیچید. اصولا این شکل شکل استاندارد قرابی سیب هستش به این حالت. من یکی دیگه براتون آماده میکنم، میشینم توی سینی فری که کاغذ روغنی هم انداختم توش.
دوستان همه شیرینی‌ها رو آماده کردم. با این مقدار خمیری که داشتم 18 تا شیرینی شدش. حالا این میره داخل فری که نیم ساعت قبل گرم شده با دمای 180 درجه اندازه 45 دقیقه داخل فر میمونه تا کامل پخته بشه. دوستان شیرینیمون پخت آماده شد. تو فر من 35 دقیقه زمان برد پختنش. کامل سرد شده. بعد که کامل خنک شد روشو میتونید با پودر شکرم دیزاینش کنید. روش پودر شکر میریزم من. بعد این شیرینی خیلی خیلی خوشمزه، خوشخوراکه، کنار چای خیلی میچسبه. بعد یه چیزی بگم در مورد شیرینی گرابی سیب. توی ترکیه یه شیرینی که تو همه قنادیا هست، مثلا چطور دانمارکی تو ایران تو همه قنادیا هست، این شیرینی هم تو همه قنادیا اینجا هستش. یکی از اون شیرینی‌های محبوب و پرطرفدار کشور ترکیه است. بهتون توصیه می‌کنم حتما حتما درستش کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون هم به اشتراک بذارید. سابسکرایب به کانالم یادتون نره. حتما حتما نظراتتون رو کامنت کنید و از این شیرینی هم می‌تونید به عنوان شیرینی نوروزی هم استفاده کنید. یه شیرینی متفاوت و خیلی خوشمزه. ویدیوی بعد همدیگه رو می‌بینیم.